بزرگترین ساعت آفتابی جهان، برجی با 9 قرن قدمت که دقت بی‌نظیر اون در محاسبه زمان نشون میده که ایرانیان تا چه اندازه حساب گذر زمان رو نگه می‌داشتن. برجی در شهر ری تهران که هنوزم مثل ساعت کار می‌کنه و اگر طرز کار اون رو بدونید از دقت اون در محاسبه شگفت زده خواهید شد. سلام دوستان، به کانال موجیشو خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو به سراغ یکی از شاهکارهای معماری شهر تهران و بزرگترین ساعت آفتابی جهان رفتیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما لطفاً قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. در حوالی آرامگاه ابن بابویه در شهر ری، برجی آجری نمایانه که در دل خودش گوشه ای از تاریخ ایران زمین رو جای داده. این برج در عهد سلجوقی و احتمالاً در زمان انتقال پایتخت از نیشابور به ری و به دستور طغرل بیک مؤسس سلسله سلجوقیان ساخته شده و به همین دلیل به این نام شناخته میشه. برخی این محل رو برج خلیفه یزید نامیدن، عده ای اون رو آرامگاه طغرل بیک سلجوقی میدونن و در کتاب مجمل التواریخ هم اومده که سلطان طغرل بیک در شهر ری به وفات رسید و همونجا به خاک سپرده شد. بر اساس نوشته قزوینی رازی، طغرل در ری درگذشت و در گورخانه ای پر از زینت مدفون شد و در برخی متون از دفن افراد دیگر آل سلجوق همچون آلپ ارسلان و طغرل سوم هم در آرامگاه طغرل اول یاد میشه. از این رو میشه از اون به عنوان آرامگاه خانوادگی سلجوقیان یاد کرد. مورخ نامی ترکیه فاروق سومر نیز محل دفن طغرل رو همین مکان میدونه. عده دیگر این مکان رو محل دفن خلیل سلطان از فرزندان تیمور لنگ و همسر او شادالملک در قرن 15 میلادی میدونن. در کتاب جامع ری باستان هم اومده که گروهی این بنا رو منتسب به فخرالدوله دیلمی دونستن. این بنای آجری با ارتفاع حدود 20 متر حدود 900 سال پیش توسط فردی به نام محمد امین معمار باشی ساخته شد تا بیانگر هنر و تمدن پادشاهان زمان خودش باشه. در ساخت این برج علاوه بر مصالحی چون خشت خام و آجر، از ماده‌ای به نام ساروج هم استفاده شده که همین امر باعث استحکام این بنا با توجه به بلایای طبیعی که پیش اومده تا به امروز شده. شاید تصورش هم سخت باشه که یک ساعت آفتابی به عنوان نخستین ابزار بشر برای اندازه‌گیری زمان اینقدر دقیق باشه که بتونه ربع ساعت رو هم نشون بده. اما معماری برج 20 متری طغرل به گونه ای طراحی و اجرا شده بود که 9 قرن پیش زمان دقیق رو محاسبه می کرد. دور تا دور این برج 24 ترک وجود داره و در بالای هر ترک اون 4 نیم دایره وجود داره و هر یک از نیم دایره ها بیانگر یک ربع ساعت هستن. با طلوع آفتاب در سمت شرق بنا کم کم یکی از کنگره ها روشن میشه و آفتاب به درون اون میتابه. با گذشت نیم ساعت از طلوع خورشید نصف کنگره روشن میشه و با گذشت یک ساعت از طلوع خورشید یک کنگره به طور کامل روشن میشه و به همین ترتیب با گذشت 2 ساعت 2 کنگره و با گذشت 3 ساعت 3 کنگره روشن میشه تا اینکه لحظه‌ای فرا میرسه که خورشید روی نصف و نهار منطقه و در بیشترین ارتفاع خودش از افق قرار میگیره. در این هنگام خورشید دقیقاً بالای سر در جنوبی برج قرار میگیره، زیرا درهای برج کاملاً شمالی جنوبی و روی نصف و نهار واقع شدن. هرچقدر خورشید به جانب غرب گرایش پیدا کنه، کنگره های سمت غرب شروع به روشن شدن میکنن. با غروب خورشید، این ساعت با نور مهتاب کار میکنه که تشخیص ساعت در شب با علم ستاره شناسی صورت میگرفته. ولی هنگام ابری بودن هوا و پشت ابر بودن خورشید یا شبها در نبود نور مهتاب این ساعت کار نمی‌کنه. یکی دیگر از ویژگی‌های جالب برج طغرل انعکاس صدا در فضای داخلی اونه.
این برج دارای دو در به هلالی شکل و داخل این دو در فضایی مدور وجود داره که نقطه مرکزی این بنا محل سخنرانی بزرگان و شاهان بوده. مرکز این برج به گونه یکه با قرار گرفتن در اون پژواک صدا ایجاد میشه. انگار که چندین بلنگو مقابل سخنران وجود داره و حتی صدا به بیرون درهای ورودی بنا میره و با دور شدن از مرکز برج حالت اکو از بین میره. این ویژگی برج به دلیل فضاهای خالی مربع شکلیه که دور تا دور دیوار داخل برج وجود داره. این فضاهای خالی باعث پژواک و برگشت صدا، تهویه هوا و جلوگیری از پوسیدگی برج میشه. کاربری دقیق برج طغرل مشخص نیست، اما همونطوری که بیان شد، احتمال میره که یکی از کاربردهای این برج تعیین وقت و زمان بوده. کاربری دیگری که به برج طغرل نسبت میدن، روشن کردن آتش بر بالای اون و راهنمایی مسافران جاده ابریشم در شبهای تاریک بوده که از جانب خراسان به ری می اومدن. و کاربری دیگری که برای این برج بنا شده، رصدخانه یکی از بام اون برای ستاره شناسی استفاده می شد و نیز گفته می شه که محل دیدبانی جاده ابریشم هم بوده. روی دیواره بیرونی برج دری چوبی مشاهده میشه که به اون بادرو گفته میشه و داخل این در راه پله‌ای قرار داره که محل عبور و مرور به بام این برج برای دیدبانی و ستاره شناسی بوده، ولی متاسفانه این راه پله و بادرو در دوره قاجار از بین رفتن. این برج مورد مرمت و بازسازی های متعددی قرار گرفته که باعث شده تا به امروز پا بر جا بمونه. اولین مرمت در پایان 35 سالگی پادشاهی ناصرالدین شاه انجام شد که این بنا رو از زوال نجات داد و لوحی از مرمر در بنا نصب شد. بعد از انقلاب برج سالها متروک بود تا اینکه در اوایل دهه 70 بار دیگر مورد بازسازی قرار گرفت و آخرین مرمت این برج در سال 1377 صورت گرفت که در اون مشخص شد که این برج دارای انحراف 45 سانتیمتری به سمت شرقه. اما متاسفانه در طی این سالها اقدامی برای اون انجام نگرفته و نیازمند مرمت و استحکام بخشیه. خب دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.